نمایشگاه جهان اسلام به همت موزه بریتانیا و همکاری یک مؤسسه مالزیایی برگزار می شود. این نمایشگاه در کنار نمایشگاه های مالزی و کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی در 18 اکتبر توسط موزه بریتانیا برگزار می شود. وزیر چتر فرهنگ اسلامی از تعدد هویت ها پرده برمیدارد. این نمایشگاه شامل کلکسیون هایی از هنر اسلامی از آفریقا تا ترکیه و سپس خاور دور و هند تا چین است و آثار و هنرهای سنتی نسخه های خطی و هنرهای مدرن و جدید را در بر می گیرد. این آثار به دوره از آغاز قرون وسطا و حتی عصر حاضر باز می گردد و این نمایشگاه بخشی از مکاتبات و ارتباطات بین اروپا و جهان است و اسناد درباره جنگ های صلیبی را به نمایش میگذارد. همچنین در این نمایشگاه چراغ ها، سجاده ها، فرش ها، قطعات تزینی شیشه ای، فلزی، سرامیکی، جواهرات و تابلوهای اسلامی که منبع الهام برای هنرمندان قرن 17 بوده در دید عموم قرار می گیرد. این نمایشگاه بر اساس امپراتوری ها و ممالیکی همچون حکومت های عثمانی، صفوی و مغل، که از قرن 16 هم بر جهان استان مسلط شدن تقسیم می شود. به گفته برگزار کنندگان، نمایشگاه مذکور همچنین به همگرایی مناطق جغرافیایی مختلف و دوره‌های زمانی توجهی خاص خواهد داشت.